چه غلطی میکردی؟ من به تو اعتماد کرده بودم، حیفون. عادت داری هر روز قبل از کارخونه رفتن بری پارک به دختری قدم بزنی. هر کی بهت گفته بیا اینجا هیچیو گردن نگیری خلاصی، بدجوری به درد سرت انداخته بدبخت. سهیل هر جور شده پیداش کن بیا اینجا. یکی زنگ زد گفت من وکیل داریوشینو. اما وکیل ستوده وکیل داریوش کرامی، همسر سابق خانم رویا فرزامن. تا اونجایی که ما شنیدیم ایشون بعد جدایی تو حادثه سقوط هواپیما مرده. این چیزی که به شما گفتن. وکیل زنگ زد با بابای داریوش تصویری صحبت کردیم، باباش هم گفت این وکیل تامل اختیار ماست، هر چی بهم گفت گوش کنیم. پس اگه حرفتو گوش نکنن همه چی ازشون میگیری. همونی که نوشته بود دیو تمومشو گفتم دیگه، اشتباه که نگفتم. یه گواهی فوت و جواز دفن قانونی قابل استعلام واسه همون میگیره، تو این یارو سیستم بیمارستان هم جای ترخیص صد میشه فوت. میخواستین به خواهرتون بقبولونین که رایان مرده. نقشه وکیله بود. همه از سرانگشتو پاک شده، همه رو از بین برده. حالا این کارخونه قانونن مال رایانه، میتونم با اردنگی ما رو از اونجا بندازم بیرون. نهیدی بابای داریوش چی گفت؟ گفت کمک کنیم این وکیل بچه رو از ایران ببره بیرون، من میشینم رو اون صندلی صاحب مرده، تو هم به پولت میرسی واسه عمل جراحی این تلمای مادر مرده. سهیل تویی؟ به زنگ میزنم میگم کجا بیا به این فرودگاه. مجوز نبش قبر رو پیگیر باش. خانم شما آدم زنده رو مرده جا زدی. من مجبور بودم. کی مجبورت کرد؟ ترسناکترین آدمی بود که تو زندگیم دیده بودم. اینم 10,000 تا. واسه کارخونه که مشکلی پیش نمیاد. اونا دنبال بچه نه کارخونه. همین بود. فایل رو سیستم میفرستم براتون. خسته نباشید. سلامت باشید. این عکس رو به اطلاعات جنایی هرچی داره در بیارن. سابقهش در اومد برداری بیار. باش. صدفان میشه بچهش میبرید از بندش باز کن. بچهش خانم دکتر اینجا چی کار میکنی شما؟ میگم اینجا چی کار میکنی شما؟ برم تو رفتی همه چیز رو میرا گفتی. آره بریم خانم. کجا با تو هم؟ اینجا فقط 30 ثانیه بیشتر نشه. Yeah.
ببخشید. شما میدونین حکم من چیه؟ میری دادسرا قاضی تشخیص میده. ممکنه برم زندان؟ اون که حتما، ولی چون سابقه نداری اونو برات لحاظ میکنن. من دقیقش رو نمیدونم. یه سال میبرن؟ من نمیدونم واقعا. بفرمایید. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ بله شما خوبین؟ اومدین پوریا رو ببرین؟ بله. داره حاضر میشه، همین الان میاد. خیلی ممنون. باید. غذا چی دوست داری برات بخرم؟ آقا پسر، با شما کباب دوست داری؟ تو تنها کسی هستی تو دنیا که هرچی بخواد میگم چشم. نوشابه. نوشابه میخوای؟ نوشابه هم میگیرم برات. جون میخوای؟ زن میخوام. زن میخوای؟ پوریا زن میخوای؟ باشه، بذار ببینم چی دارم. این خوبه؟ این چطور کچروه؟ خوشگله ها؟ نه چشاش کچولوه. باشه، این چطوره؟ این دماغرتی جوریه. بازیگر خوبیه ها؟ دوستش نداره. دوستش نداره؟ چه سخت سلیقه. آها، یه دونه خوب برات پیدا کردم. این چطوره؟ خوبه؟ خب، فقط ببین، این خارج زندگی میکنه. اگه بخوایم بریم خواستگاری بعد بریم خارج، بعدش هم شوهر داره. باید یه کاری کنیم، طلاق بگیره زن تو بشه. خوبه خوبه خوبه. یه خوشگلشو برات میگیرم داداش نازم. باید قربون تو بشم. هیچ سابقه ازشون ثبت نشده. یعنی چی؟ نیست دیگه، هیچ سابقه ای نداره. یعنی همچی آدمی اصلا سابقه نداره؟ هیچی. آمد عکس این یاری که حتی اسمش هم نمیدونیم چیه رو میبری تا میتونی چاپ میکنی. پا میشی میری زندانهای مهم که مجرمای تهرانی میبرن، حتی زندان زنان میدی ببرن تو همه بندو به زندانی ها نشون بدن ببینن کسی نمیشناسه یا نه. چشم.
اینم آریگاتو. خوبه؟ با حال شو. طرح رو کمرم چی؟ وای دیگه الان طرح کمر سوالش نیست دیگه به خدا. باشه دفعه بعد ببرد میزنم. دو طرح خفن دارم. اونا چی هم؟ یه دراغون دارم آسه طرحامه. حال میکنه کف خونه. یه طرح دیگه هم دارم یه سری مورچه کار کردم رو لاله گوش. انگار سوراخ گوش لونشونه میرن اون تو جمع میشن اونم خیلی کف خونه. حال میکنی وسط میذارم حالا. باشه. اوه آب نبودا. الان یه فندک بگیرم زیرش یه هوه کنم این اجده هست دارم آتیش میپاشه بیرون. خفنی دیگه. مایه رو بده. اوکیه. پنجاه تو که مثل اینکه خودت تخفیف دادی ولی دفعه بعد گوشت حسابی میبر. الو سهیل تویی؟ کجایی تو؟ چرا قایم موشک بازی در میاری؟ آره من جمع کردم هم وسیلامو جمع کردم تو چمدونه. کافم الان. خب من تاکسی بگیرم کجا بیام دنبالت؟ چرا الان نمیگی آدرسو؟ خیلی خب باشه باشه خیلی خوب بسته. کی فردا را بیفتم؟ باشه. سهیل خوبی؟ از خوردی؟ یه لقمه یه چیزی بخور. نه یه همشو خوردم ها. یخ کنه بیمزه میشه. با تو هم سرتق نمیای؟ آفرین بودو بیا لقمه بگیرم برای میخوایی؟ بخور دیگه فوف بخوری. شوخی کردم با هاتا؟ میدونم چشم مونده؟ میسوزه؟ نه نوشابه میخوری؟ بیا بخوری دیگه.
قبلا دیدمش. این همونیه که انقدر محکم کوبید به ماشین که ما چپ کردیم. قبل از تصادف نایده بودینش؟ نه، هیچ وقت. این همون کسیه که پشت همه ماجرا هست؟ بله، خودشه. چرا میخواست منو بکشه؟ قرارش با کامران و سوهیلین بوده که رایان برسونه به دستشون. بقیه هم فکر کنن مرده. من شما گفتم رایان زنده است، شما باور نکردیم. همون موقع تو بیمارستان وقتی رایان رو دیدم حالش خوب بود، به هوش اومده بود. نمیشه که یهو فرداش بگن مرده. رایانو برای چی میخواست؟ میخواستن بفرستنش خارج کشور پیش پدرش. بابای رایان؟ بله. بابای رایان مرده. همون اوایل آشنایی من و رویا مرد. از کجا میدونین؟ شاید رویا به شما دروغ میگفته. نه مطمئنم. پروازی که داریوش شوهر رویا توش بود خیلی سر و صدا کرد. چطور؟ پروازی بود که از اسپانیا میرفت به آلمان. کمک خلبان هواپیما رو از عمد کوبید به کوه. داریوش توی اون هواپیما بود. الان رایان کجاست؟ احتمالا دست اینه. دستگیرش میکنیم یا نه؟ بالاخره که میگیرمش. اما تو کار خودش نابغه است. همه چیزو با دقت انجام میده. همون موقع که کامران و سهیل به بهونه پرستاری اومدن خونه من، مطمئن بودم از سر دلسوزی نیست. اونا از بچگیشون هم آدمای دلسوزی نبودن. مطمئن بودم دنبال یه چیز دیگه. ولی شما فکر کردی من دیوونم. میشه لطفا اگه خبری از رایان پیدا کردین من در جریان بذارین؟ بله حتما. خداحافظ. سلام. سلام. خسته نباشید. امروز رفتم یکی از اون زندانایی که گفته بودین. خب؟ چیزی آیدم نشد. کسی نمیشناختش. خیلی خوب، بازم دارمت. باجیز. حامد. سب کنم. ببین تو لیست مسافرهای این پرواز داریوش کلامی هست. داشتی تا فرودگاه باهات بیام. نه مادر جان، لازم نیست. اینطوری همه راهو باید تنهایی برگردی. خب برمیگردم. نه قربونت برم، اینجوری من خیالم راحت تره. نگران نباش. اینجا رو همینطوری قشنگ نگه داری تا من برمیگردم. اصلا چقدر اینجا دلگیره، چقدر تاریکه. ای بابا
میکنم. پنج فروردین سال 94 سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز که از بارسلون به دوسلدورف آلمان میرفته 150 نفر کشته داشته که داریوش کلامی هم یکی از مسافراش بوده. اسمش تو سایت ایرلاین هست. خب من دارم میرم زندان گزل سار. خوبه، کاری داشتید به میلاد بگید، سپردم بهش. باش، خداحافظ. اومد حساب بچه. این بچه چرا رو زمین خوابیده؟ بعد رو هوا میخوابی؟ همه رو زمین میخوابم. سختت بود یه چیزی بندازی روش اینجوری رو زمین مچل نشه؟ مچلش قشنگ تره. جون یه بار دیگه نگاه کن ببین. تو چرا نمیری؟ بمیرم آخه دفعه بعد توله رو پیشه که میخوای بذاری. پاشو رایان، پاشو. جای چند کیه رو صورتش؟ گربم پنجول کشیده بهش. مام اومدم نوازشش کنم، یه اون ناخونم رفت و گوشتش فرو بد شد. نه نایید، بهت گفتم یه تار موثرش کم نشه. اخلا داری دعوا میکنی؟ انارشی ترسیدم وحشی. لباس تو بپوش بریم. اوه داداشم، کاروان سرا نیست با اون پوتینای قد قبر بچت بیای تو بری مهمون خونه تای ناصر خسرو هم بری، چیزی تو کاست میذارم. البته اینجا که واسه شما حکم هتل داره داداشی. بالاخره بیا باش، میتونی اونقدر که واسه مردنت لازم الکل بگیری. خاک تو سر زدم با خواهرش اینجوری حرف میزنه. بیبریم. خب مگه تو همون خیابون نیستی؟ سرپایینی بیا جلو دیگه، بیا جلو منو ببینی. ماشین چیه؟ آه دیدمه، دارم دست تکون میدم. دیدی؟ بیا. چجوری تو؟ چجوری هم؟ اوکی هم؟ چنقدر هولی؟ هول؟ نه بابا، خوشحالم داریم میریم. از خوشحالی تو دو روز غیبت زده؟ چی شده به من نمیگه سهل؟ زباره شروع کرد، چیزی نشده که. داریم این فرودگاه سوار هواپیما شد. چون چیزی نشده موبایلتو خاموش کردی؟ قایم موشک بازی در میاری؟ کافه نمیای، خونه نمیری؟ چیکار کرده تو؟ چیکار کردم من؟ چرا همش دنبال اینی ببینی یه کاری کردم؟ کاری نکردم. بگو مرگ من. سلما جونم، مادرت بی خیال شو. بذار بریم سوار این هواپیما بشیم، بریم تو راه، هر سوالی داشتی من جوابتو میدم. درزم دلم هم برای تنگ شده. باشی؟ نه آفر.
بله. خب ممنون که اطلاع دادیم، الان خبر میدیم. سلام جناب سرگرد، الان از پلیس فرودگاه مهرآباد خبر دادن رایان کلامی همراه مرد بازداشت شده. چشم، الان میگم منتقلشون کنم. علی رضا با ماشین بیا بچسبون پشت تاکسی، حواست باشه پیاده نشه فرار کنه. شما تاکسی رو رد کن، من میام بچسبونم بهش. چرا وایساد؟ هر اتفاقی واسه من افتاد تو برو باشه؟ یعنی چی؟ اینا پولیس هم اومدن من رو برن. پولیس واسه چی؟ واسه چی شیه الان مهم نیست، تو فقط برو. یه حسی بهم میگفت نمیتونم این سفر رو باید بیام. برو سالم که برگشتی فقط یه خبر از خود بهم بده. ترما، من کشتم خودمو که تو این سفر رو بتونی بری. نظر جون کندنم بیفایده باشه. برو همون جایی که قرار بود این ماشین دوتاییمونو ببره. بفهمت پایین. همونی که با رایان تو فرودگاه بوده. با سونیا امیری تماس بگیر بگو رایان پیدا شد. چشم. میدونی برای چی اینجایی که؟ نه به خدا. با رایان کجا میرفتی؟ منظورتون همون بچه هست؟ نه، منظورم اون پیرمرد 90 ساله هست که کولت گرفته بودی. ای من امروز روز بی‌حوصلگیمه، حاشیه نرو. کجا میبردی بچه مردم؟ قرار بود با من بیاد کیش. کی گفت ببرش کیش؟ من اصلا نمیدونم جریان چی. من فرید شایقی هست، مهندس عمران. اینم آدرس شرکتمون تو تهران. شرکتمون یه پروژه عمرانی تو کیش داره که هفته یک بار من میرم اونجا. خب اینایی که گفتی چرا ربطی به سوال من داشت؟ تو صف کارت پرواز بودم، یه آقای موجهی که خودشم دندونپزشک معرفی کرد خیلی محترمانه ازم خواست که تو پرواز مراقب خواهرزادش باشه. گفت باباش تو فرودگاه کیش منتظرشه. همینطوری ندیده و نشناخته قبول کردی؟ کارشناساییشو دیدم، آدرس مطبش هم بهم داد. حتی اصلا قرار شد وقتی برگشتم تهران واسه ایمپلنت دندونم برم پیشش. بعدش هم قرار نبود کاری بکنم. قرار بود با هم دیگه از گیت رد شیم، تو پروازم یکی دو ساعت مراقبش باشم اتفاق خاصی براش نیفته. همین. عجب. الان تکلیف من چی میشه؟ هیچی، فعلا همینجا میمونی تا ببینیم اینایی که میگی واقعیته یا خوب قصه میگی. رایان جان، رایان جان، یکم گریه نکن عزیزم، من اینجا. خب آفرین، یکم به همون نگاه کن، با همون حرف بزن، بعد میریم خونه.
زود میری. آقای رایان خان، این چند روز کجا بودی؟ این خونه زشت. زشت؟ چرا زشت؟ نمیدونم، چون کسیف. خب کی اونجا پیشت بود؟ دختر زشت. چیزی که دوست نداره میگه زشت. خب دیگه کی؟ کس دیگه هم بود؟ اونم مردم میمون بعض وقتا. این بود؟ رایان نگاه کن، به عکس نگاه کن. این میخواست سوار هواپیمات کنه؟ خب اونجا که آدم های دیگه هم بودن چرا نگفتی این دزده؟ سر و صدا چرا نکردی؟ گفتش اگه داد بزنم سونیا رو میکشم. چه؟ نگاز کوچه تو رو ببنم. نیمتونه قربونت برم. شما برگه قیومیت رو بردین؟ بله. خیلی خب دیگه بذاریم بره، اذیتش نکنیم. خیلی من فقط یه سوال دارم، میتونم سایل رو ببینم؟ بازجویش تموم شده، میتونیم درخواست ملاقات بینیم. خیلی من آی سویل امیری. بله. بیرون. سلام. شما یه دقیقه بیرون باشی. برگه بازجویی تو خوندم. نقش همین بود؟ بله. هیچی جا نمونده؟ نه. تا یه ساعت دیگه میبرنت دادسرا، بعدش هم زندن. میدونم. دفعه اول که دیدمت ازت خوشم نیومد، دفعه های بعد خوشم که نیومد، هیچ ازت بدم هم اومد. یه جور پر روی بودی. الان کمتر ازت بدم میاد. من هم سن تو که بودم قرار بود با یکی ازدواج کنم، برام شرط گذاشت که قبلش یه کاری بکنم، منم اون کارو نکردم، اونم رفت. چند سال حسرتشو خوردم. هیچ وقت نفهمید واسه صلاح خودشون کارو نکردم. شانس تو اینه که طرفت میدونه هر کاری که علی واسه اون بوده، حتی اگه برود نیاره. تو الان اگه بیرون پیش اون تفلک بودی من خوشحالتر بودم تا الان که اینجایی. جدی میگم. میشه شمارش رو بگم بزنید فقط بفهمم رفته یا نه؟ خواهد بیشتر بزن. خاموشه، یعنی رفته. میشه یک کاری برام بکنی؟ چی؟ وقتی تلما برگرده من زندانم، میشه ترتیبی بدید بتونم یه بار ببینمش؟ دوست دارم وقتی حالش خوب شده نگاش کنم. باش.
حالا اگه یه ما پیش بود چی کام کردی؟ بازم همه این کارا رو میکردم. اینجا مثل کلبه دزد دریایی راحت است. از خوشحالی میخندد. صوفی به دوردست ها نگاه میکند و با خودش فکر میکند اگر میتوانستیم آرزویی بکنیم، آرزو میکردم که نامه ای از جایی دور برسد. نخوابیدی؟ ای بخوابم اون میاد منو میبره. کی؟ اون دیگه هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه من و تو رو از هم جدا کنه. بیا یه قول مردونه به هم بدیم. قول مردونه؟ تا وقتی که تو یه پیر مرد بشی کنار هم دیگه بمونیم. موقعی که من پیر مرد شم که تو مردی. باشه تا قبل از مردن من. قبوله؟ قول دادی؟ قول؟ 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 به نظر تو این که ما باش طرفیم آدم خنگیه یا آدم باهوشه؟ به نظرم که باهوشم. یه آدم باهوش حتما میفهمه وقتی ما کامران و سهیل رو گرفتیم از زنده بودن رایانم با خبریم اگه بره فرودگاه گیرمون میافته. خب میدونه که پلیس فرودگاه اسم و مشخصات رایان داره. تو اصلا فرض کن اون ساعت پروازی به کیش نبود، حتما یه بلیت دیگه برای این میخرید واسه اصفهان، تبریز، هر جا. میدونی چرا؟ برای اینکه اصلا کسی منتظر رایان نبوده تو کیش، اصلا قرار نبوده بره کیش. بچه رو برده فرودگاه که فقط گیر پلیس بیافته به عمد. بچه رو خودشو به درد سر انداخته، بچه رو دزدیده. نابغه است دیگه، هیچ ردی از خودش نذاشته. توی این همه ماجرای سرنخ دست ما نداده. براتیشم پیدا میکنیم. حامد کجاست؟ رفته زندن واسه کاری که بهش سپردین. اینجا چی کار میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ نرفتی؟ کجا؟ آلمان؟ با پول دزدیدن بچه مردم؟ تو کی سهیل؟ دزد؟ کلاهبردار؟ دروغگو؟ تو کدومشونی؟ تو چی کارایی سهیل؟ آقا نرفتی؟ معلومه که نرفتم. صد بار بهت گفتم من میخوام همینجا عمل کنم، گفتم به خاطر من اضافه کاری نکن. الان خوب شد؟ اینجا خوبه؟ میتونی دفعه بعد که بیرون رو ببینی چند سالته؟ چقدر موی سیاه رو سرت مونده؟ من کجا اون موقع؟ به اینو فکر کردی؟ اصلا مهمه برات؟ این تو همین جوریش هم همه چی سخت هست. خوشحال بودم با خیال این که رفتی، توش راحت میگذشت. حالا با نرفتنت یه کاری کردی که تو زندان هر یه ساعتش برام مثل یه سال طول بکشه. سهیل
تو همین فردا صبح هم آزاد بشی. من دیگه نمیخوام با آدم غیر قابل اعتمادی مثل تو باشم. خیالم راحته که این حرفا رو داری از اون ناراحتی میزنی. ته دلت میدونی که من باشم. من هیچی نمیدونم. تو همین که هر روز سردردم 10 برابر شده. تو اینو میخواستی؟ من توی یه عالمه وقت واسه فکر کردم به بدترین چیزا هست. تو دیگه بهش اضافه نکن. کاش به خاطر این جرم اینجا نبودی. به خاطر هرچی، از هرچی، کاش تو خیابون یکی رو به خاطر من زده بودی افتاده بودی اینجا. به خدا راحت تر بودم. خودم هر هفته میومدم ملاقاتت. کاش تو این لباس نمیدیدم. بیا تو اینه بش مخلص. گفتی میشناسی شاره؟ آره بچه معلم بودی. بهش میگفتن سیاوشی. یک کم قاطی داشت، کلن رد بود. نگات میکردی اون میخوامون تو گوشت برقت میرفت. شرقه رو گم میکردی. ناکس زدن بلد بودا. سگ نصب دستمستش هم سنگین بود. خدایی یه نخ سیگار داری؟ اسمش چی بود؟ سیاوک رضایی. خب اینا یه اکیپ 3 نفره بودن همون زمان که جوان بودی. خودش بود و یه بهزادنامی بود با یکی یادم نمی. اینا یه اکیپ 3 نفره بودن سوار موتور می شدن. یه موتور سیدی های مشکی بود. سه ترک پشت ترک شهر می کردن. انصافاً بچه جذبه داری بود. چی داری ازش؟ حالا که من 85 اومدم این تو الان چندی؟ 99 فکر کنم یه 14-20 سالی میشه ازش خبر ندارم. اینم عکسشو نشون دارم شناختمش. خونهشو بلد بودی؟ ببین همون نظام آباد خیابونی که باباش خونه داشت اونجا رو یادمه. نه پلاکی ازش دارم نه کوچهشو میدونم چی. مطمئنی خودشه؟ جون چه خوشگل شده این. خود ناکسشه. آدرسشو بنویس. سیگار میدی؟ بنویس. بعد نگن این آدم فروش زایه است و نه نمیگن. خیالت راحت. دمت گرم. میگم حالا این نوشتن یه مخصوص هم ردیف میکنی. بنویس. دمت گرم. میلاد فکر کنم امشب خونی باباشو پیدا میکنم. تو زندان رجعه شهر یه نفر میشناختش. اسمش سیامک رضاییه. احتمالا الان سرگرد خوابه. من بهش چیزی نگو تو مطمئن بشم. میخوام سورپرایزش کنم.